آتشبازی مهدی طارمی این بار از دقیقه 1 و در برابر چشمان رونالدو. واکنش های اینستاگرامی با تجربه چمپیونز لیگ به گل مهدی طارمی. پیشبازی پرسپولیس گلگوهر سیرجان. همراهان گرامی سلام، به کانال چلتیگه خوش اومدین. با یه بسته خبری داغ دیگه در خدمتتون هستیم در رابطه با اتفاقات روز فوتبال ایران. اگر علاقمند به فوتبال هستین و کانال ما رو سابسکرایب نکردید، حتما بر روی دکمه سابسکرایب کلیک کنید و زنگوله کنارش هم بزنید تا به جدیدترین اخبار فوتبال ایران دسترسی داشته باشید. راستی لایک و کامنت فراموش نشه. دیشب مهدی طارمی دست به کار بزرگی زد که احتمالاً ازش خبر دارید. شب گذشته مهدی طارمی با همتیمیاش در پورتو در ورزشگاه دراگاو در مرحله 1/8 نهایی لیگ قهرمانان اروپا روبروی یوونتوسی قرار گرفتن که کریس رونالدو بهترین گلزن تاریخ لیگ قهرمانان رو در اختیار داشت. اما در همون ابتدای بازی و در ثانیه 63 اتفاقی رخ داد که خوشبین‌ترین هواداران پورتو هم انتظارشو نداشتن. مهدی طارمی با فرار و تکلی سری موفق شد پاس رو به عقب و مرگبار بنتگو رو قطع کنه و توپ رو وارد دروازه شزنی بکنه. در ادامه نیمه اول هم پورتو بسیار خوب ظاهر شد و به جز چند موقعیت معدود به یوونتوسیا برتری داشت. مهدی طارمی در دقیقه 29 هم یک فرصت خوب برای موسی مارگا ساخت، اما این مهاجم توپ رو از دست داد تا ضد حمله سریع پورتو هدر بره و یک دقیقه بعد از اون هم ضربه سر این ستاره ایرانی در اختیار شزنی قرار گرفت. اما در طرف مقابل و در نیمه اول بیانکونریا نتونستن موقعیت‌های چندان مهمی رو بر روی دروازه پورتو خلق کنن و تنها موقعیت 100%شون در نیمه اول قیچی برگردون زیبای رابیو بود که آگوستینو در زمان پورتو با یک واکنش دیدنی اونو مهار کرد. کنسساو سرمربی پورتو پیش از بازی در پاسخ به خبرنگارانی که برای پورتو هیچ شانسی قائل نبودن هشدار داده بود که پورتو از رویی بسیار بالا و قدرت ذهنی زیادی برخورداره که این موضوع رو به وضوح در زمین بازی دیدیم. همچنین این سرمربی در رابطه با قدرت فیزیکی بازیکنان پورتو صحبت کرده بود که این موضوع هم دیشب در زمین بازی کاملا احساس میشد. اما در نیمه دوم پورتو بلافاصله بعد از سوت شروع بازی به گل دوم رسید. روی اولین حمله جدی که از سمت راست زمین و نفوذی که ویلسون مانفا انجام داد با پاس کاتپک این بازیکن و شوت زمینی دقیق موسی مارگا با پای چپ، گل دوم در ثانیه 18 نیمه دوم به ثمر رسید. در ادامه بازی که بیانکونریا بازی رو از دست رفته می‌دیدند، فشار حملات خودشون رو بیشتر کردند و بعد از تعویض‌های پیلو و تهییج‌های کریس رونالدو بالاخره در دقیقه 82 گل اول رو به ثمر رسوندن. نفوذ آدریان رابیو از جناح چپ زمین و سانتر زمینی این بازیکن رو کیزا با یک ضربه دقیق پای چپ به گل اول یوونتوسیا تبدیل کرد. هرچند که در ادامه یووه موفق نشد گل مساوی رو به ثمر برسونه، اما کارشناسان فوتبال شانس یووه رو برای صعود به مرحله بعد بیشتر میدونن، چون بازی برگشت در تورین برگزار میشه و البته یووه تنها به یک برد 1-0 احتیاج داره تا با توجه به قانون گل زده در خانه حریف به دور بعد صعود کنه. اما طارمی با گلی که دیشب به ثمر رسون موفق شد به یک جمع تاریخی راه پیدا کنه. جمع گلزنان ایرانی تاریخ لیگ قهرمانان که تا پیش از این 4 نفره بود و حالا با حضور مهدی طارمی این جمع 5 نفره شده. نکته جالب اینه که اولین گلزن ایرانی لیگ قهرمانان هم یه مهدیه که به یووه گل زده. مهدی مهدوی کیا در لیگ قهرمانان سال 2000 در مقابل یوونتوس کهکشانی که زیدان، ادگار داوید، الیساندرو دل پیرو و فیلیپو اینزاگی رو در اختیار داشت، یک گل زد، یک پنالتی گرفت و یک پاس گل داد تا اون مسابقه یکی از تاریخی ترین بازی‌های هامبورگ در لیگ قهرمانان اروپا لقب بگیره. حالا براتون بگم که بعد از گل مهدی در شبکه‌های اجتماعی چه اتفاقاتی رخ داد. اولین واکنش رو پیج اینستاگرام باشگاه پورتو داشت که دقایقی بعد از گل مهدی طارمی به فارسی نوشت به نام خدا و توی دروازه. همچنین مهدی مهدوی کیا موشک هامبورگ و اولین گلزن ایرانی به یوونتوس نوشت که خوش اومدی. یک ایرانی دیگه به لیست گلزنان جام قهرمانان اروپا اضافه شد. علی دایی هم یک استوری منتشر کرد که تو اون نوشته بود خوشحالم هر روز کاملتر میشوی، با ادامه این روند شک ندارم به درجات بالاتری هم خواهی رسید.
علی کریمی، تنها گلزن ایرانی بایر مونیخ در لیگ قهرمانان، در یک پست اینستاگرامی و در کپشن عکس طارمی بعد از گلزنی به یوونتوس نوشته بود: تبریک پسر، به امید موفقیت بیشتر پسرهای ایران. همچنین سردار آزمون که تا پیش از طارمی آخرین گلزن ایرانی این جام بود، نوشته بود: تازه 70% خودتون نشون دادی، خیلی بهتر از اینا میتونی، خوش اومدی به جام گلزنان ایرانی در چمپیونز لیگ، دوست دارم. جمعه 1 اسفند 1399 در آخرین بازی دور رفت لیگ برتر، شاگردان امیر قلعه‌نویی میزبان پرسپولیس هستند. سرخپوشان چند هفته‌ای هست که روی نوار برد افتادن و برای گرفتن امتیاز در سیرجان انگیزه زیادی دارن، چرا که تنها اتفاقی که باعث میشه پرسپولیس قهرمان این فصل نشه، شکست اونا مقابل گلگهریاست. سرخ‌ها در 14 بازی گذشته خودشون 7 برد به دست آوردن، 6 تساوی و تنها یک بار شکست خوردن. پرسپولیس همچنین آمار 16 گل زده و 8 گل خورده رو به ثبت رسونده و با 27 امتیاز در رده دوم جدول قرار گرفته. همونجور که گفتیم، اونا تنها یک امتیاز از سپاهان صدرنشین عقبن و در صورت کسب تساوی برابر گلگهر میتونن با تفاضل گل بهتر به صدر جدول راه پیدا کنن. همچنین اگر که بتونن پیروز میدون بشن، با اقتدار و داشتن 2 امتیاز فاصله نسبت به تیم دوم جدول، قهرمان این فصل اول میشن. در آن سوی میدان هم گلگهری‌ها در 14 بازی خودشون 16 تا برد داشتن، 4 تا تساوی و 4 شکست. سیرجانی‌ها همچنین آمار 18 گل زده و 13 گل خورده رو در کارنامه دارن و با 22 امتیاز در رده 6 جدول قرار دارن. قلعه‌نویی و شاگرداش که همیشه حریف سرسختی برای پرسپولیسی‌ها بودن، در صورت برد برابر پرسپولیس 25 امتیازی میشن و به رتبه 4 جدول میرسن. مهمترین غایب بازی فردا گادوین منشا، بازیکن سابق پرسپولیس و استقلاله که به دلیل محرومیت نمیتونه برای سیرجانیا به زمین بره. همچنین پرسپولیسی هم مثل چند هفته گذشته حسین کنانی زادگان رو به علت مصدومیت در اختیار نخواهند داشت. اما امیر قلعه‌نویی در صورت پیروزی در این بازی چند هدف رو نشونه میگیره. هم مانع از قهرمانی پرسپولیس این فصل میشه و هم تیمشو به رده 4 جدول و 3 امتیازی صدر جدول میرسونه. قلعه‌نویی که همچنین شایبه حضورش بر روی نیمکت استقلال در نیم فصل دوم به گوش میرسه، با برد در این بازی میتونه اقبال بیشتری در میان هواداران استقلال برای نشستن بر روی نیمکت این تیم در نیم فصل دوم پیدا کنه. گلگهر هفتمین تیمیه که قلعه‌نویی در لیگ برتر هدایت میکنه و اونو به مساف پرسپولیس میفرسته و تا به اینجا کفه ترازوی آمار رو در رو به نفع قلعه‌نویی. اون تو بازیای رو در رو مقابل پرسپولیس تا به حال 9 بار به برتری رسیده، 17 بار صاحب نتیجه مساوی شده و 7 بار هم شکست خورده. اون در لیگ 19 به عنوان سرمربی سپاهان موفق شد در تهران تیم کالدرون رو 2-0 شکست بده، اما در اصفهان بازی برگزار نشد و به حکم کمیته انضباطی و به علت عدم حضور سپاهان در زمین بازی، نتیجه مسابقه 3-0 به نفع پرسپولیس اعلام شد. حالا باید منتظر باشیم و ببینیم که آخرین بازی نیم فصل چه نتیجه رو در بر داره و بین پرسپولیس و سپاهان کدام تیم قهرمان نیم فصل اول لیگ بیستم خواهد شد. رفقای عزیز کانال چلتیکه، به پایان یه ویدئوی دیگه رسیدیم. دمتون گرم که تا اینجای ویدئو با ما همراه بودین. دوستای عزیزم، فراموش نکنید که ما برای ادامه راه تولید ویدئوهای بیشتر در این زمینه به حمایت شما احتیاج داریم. حقیقت ماجرا اینه که روند سابسکرایب در چند وقت اخیر چندان قابل توجه نبوده و احتمالاً شنیدید که متاسفانه یوتیوب سابسکرایب های زیادی رو به علت مشترک بودن IP افراد که به خاطر استفاده از VPN هستش رو حذف میکنه و تنها راه جلوگیری از این موضوع این هستش که سابسکرایبرها برای کانالی که جدیداً اونو سابسکرایب کردن کامنت بذارن. پس مثل همیشه سابسکرایب، لایک و کامنت فراموش نشه. رفقای کانال چلتیکه، تا ویدئوهای بعدی خدا نگهدار.